دادگاه حمید نیروی خب تازه آغاز شده، دادگاه طولانی هست، حدود 8 ماه قراره طول بکشه، جلسات متعددی طبیعتاً خواهد داشت. احتمال اینکه در این جلسات به حال اسامی افراد دیگری هم که درگیر بودن در این کشتارها و دست داشتن مطرح بشه، میتونه این مسئله برای این افراد هزینه حقوقی داشته باشه یا هزینه سیاسی ایجاد بکنه؟ طبیعی است که میتونه اسامی دیگری مطرح بشه، برای اینکه ماهیت جرائمی که اینچنین اتفاق میفته جرائم سازمان یافته است که به صورت تشکیلاتی یا به صورت سیاسی اتفاق میفته. معمولا جرائمی که تحت عنوان جرائم بین المللی یا جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی شناخته میشه، جرائمی نیست که یک فردی معمولا به تنهایی انجام بده، در قالب یک سیستم انجام میشه، در عوامل متعددی لازم هست که در درگیر انجام چنین رفتار خلاف قانون و جنایتکارانه باشن، و طبیعی است که اسامی اونها مطرح خواهد شد و حتما برای همه اونها مسئولیت ایجاد میشه. اون اتفاق بزرگی که الان در این دادگاه افتاده اهمیت حقوق بین الملل هست و اینجا اعتبار حقوق بشر و حقوق بین الملل در حال حاضر داره در جهان مطرح میشه و به رخ جهانیان کشیده میشه که هیچ جا امن نیست برای هیچ کس و هر کسی که به هر ترتیب درگیر باشه با جرائم سازمان یافته، جرائم بین المللی، حتما یک روزی باید پاسخ بده و مسئولیت حقوقی و کیفری میتونه متوجه هر کسی که به هر میزان، مهم نیست که چی میزانی، به هر میزان که نقش داشته در این گونه جرائم حتما مسئول هست و باید پاسخ حقوقی بده. خب آقای رئیسی، با توجه به اینکه جدا از اینکه این اولین بار هست که فردی که متهم هست به دست داشتن در ادامه 67 دادگاهی میشه، اما در موارد دیگه‌ای که جمهوری اسلامی حالا به هر حال افرادی رو در کشورهای دیگه داشته که مرتکب به جرایمی شدن و دستگیر شدن، معمولا رویه گروگانگیری و در نهایت تبادل رو سعی کرده که پیش ببره. فکر می‌کنید این بار هم ممکنه در این دادگاه و برای حمید نوری چه اتفاقی بیفته؟ به نظر من چندان اهمیتی نداره که بخوام به این موضوع بپردازیم. این رویه است که جمهوری اسلامی سالهاست داره به اون میپردازه، ولی بحث این بیشتر این هستش آقای رئیسی که امکان داره عملی بشه چنین چیزی؟ ممکنه، طبیعی است که ممکنه همچون موضوعی داره، ولی اهمیت موضوع در این است که نظام حقوق کیفری بین المللی محیط رو برای هیچ کس امن نمی کنه و این عدم امنیتی که به وجود اومده و حقوق بشر بین الملل در واقع داره خودشو چنان نشون میده که برای هیچ جنایتکاری، هیچ دیکتاتوری، در هیچ چهاردیواری، هیچ مرز کشوری امنیت نیست، اهمیت داره. اینکه حالا چند نفر دو طبیعتی و غیره دستگیر بشن در مقابلش و بخوان فشارهایی به افرادی وارد کنن، از اهمیت موضوع کاسته نمیشه و ممکن است هر چیزی بعید هست در جایی که نظام حقوقی کشور متکی بر فرامین امنیتی هست، هر اتفاق واقعی بعید نیست رخ بده، اما این موضوع نمیتونه تغییری در اهمیت این اتفاق جهانی که داره میفته، این واقعا یه اتفاق جهانی است در حوزه حقوق کیفری بین المللی و بایستی دنیا برای دیکتاتورها، برای جنایتکاران ناامن بشه. صرف نظر اینکه این دادگاه چه تصمیمی میگیره، باید به نظام‌های حقوقی مستقل در واقع اتکا کرد و اعتبار بخشید، مثل نظام حقوقی سوئد که متکی به سیاست نیست و مستقل هست و نظام‌های مستقل حقوقی میتونن نقش بسیار مهمی در امن کردن جهان برای مردم و شهروندان معمولی داشته باشند و تا خشونت‌های سیاسی نتونه موجب بروز جنایت‌ها و رفتارهای ضد حقوق بشری بشه. سپاسگزارم از توضیحات شما. حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارتون کانادا که از تورنتو همراه ما شد. خیلی متشکرم.